رئیس جمهوری آمریکا با امضای فرمانی اجرایی دور تازه تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کرد. این بار آیت الله خامنه ای رهبر ایران هم هدف تحریم قرار گرفت. همزمان استیو منوچین وزیر دارایی آمریکا هم از تصمیم به تحریم چند فرمانده ارشد سپاه و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خبر داد. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی. اعمال تحریم‌های بیشتر توسط آمریکا بر ایران دیروز دوشنبه. این بار آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هدف اصلی تحریم است. فرمان اجرایی تحریم‌های شدیدی را امضا می‌کنم که بر رهبر ایران، دفتر رهبری ایران و بر بسیاری دیگر اعمال می‌شود. اقدام امروز در پی مجموعه‌ای از رفتارهای تهاجم‌آمیز حکومت ایران در هفته‌های اخیر است. نام سه فرمانده ارشد نظامی ایران هم در فهرست تحریم‌های جدید. استیو منوچین، وزیر دارایی آمریکا، می‌گوید نام محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران هم تا چند روز دیگر به این فهرست اضافه می شود. با این حال مقام های کاخ سفید گفتند آماده ی گفتگو با تهرانند. ما آماده ی مذاکره بدون پیش شرط هستیم. آنها دقیقا می دانند ما را کجا پیدا کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می گوید این گفتگو به نفع ایران خواهد بود. ما نمی خواهیم ایران سلاح هسته ای داشته باشد و وقتی که بر سر آن به توافق رسیدیم آنها کشوری ثروتمند خواهند داشت. آنها بسیار خوشبخت می شوند و من بهترین دوست آنها خواهم شد. تهران اما می گوید که تحریم های آمریکا با ابراز آمادگی واشنگتن برای گفتگو مغایرت دارد. بنابراین ما خیلی به لفاظی ها، به حرف ها، به شرط و شروط گذاشتن ها نه و اعتنایی میکنیم و نه روش حساب باز میکنیم. به دنبال سرنگونی یک پهپاد تجسسی آمریکایی توسط ایران این تحریم‌های تازه اعمال شد. تصمیمی پس از لغو حمله نظامی ایالات متحده به ایران توسط دونالد ترامپ. تهران میگوید پهپاد آمریکایی را در حریم هوایی ایران هدف قرار داده. واشنگتن اما آن را رد میکند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به عربستان و امارات برای تشکیل ائتلاف علیه ایران. ما می‌خواهیم مطمئن شویم که از نظر استراتژیک با آنها در یک راستا هستیم و اینکه چگونه یک ائتلاف جهانی تشکیل دهیم. ائتلافی نه تنها متشکل از کشورهای خلیج بلکه در آسیا و اروپا. عربستان سعودی و اسرائیل از مدافعان تحریم‌های بیشتر بر ایران هستند. تحریم‌های آمریکا اما مخالفانی هم دارد. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته مسکو و شریکانش برای مقابله با تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران اقدام می‌کنند. حالا این پرسش مطرح می‌شود که دور تازه سیاست چماق و هویج ایالات متحده در قبال ایران چه تأثیری بر تنش‌های خلیج فارس خواهد گذاشت. لحظاتی پس از امضای فرمان دونالد ترامپ، استیو منوچین وزیر خزانه داری گفت تا آخر هفته جاری محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در فهرست تحریم ها قرار خواهد گرفت. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین از قرار گرفتن نام علیرضا تنگسری، امیرعلی حاجی زاده و محمد پاکپور فرماندهان نیروهای دریایی، هوایی و زمینی سپاه پاسداران در فهرست تحریم های آمریکا خبر داد. فرماندهان مناطق پنجگانه دریایی سپاه در خلیج فارس هم تحت تحریم قرار گرفتند. آمریکا میگوید هدف از تحریم‌ها تغییر رفتار ایران است، اما ایران میگوید این تحریم‌ها نقض مقررات بین‌المللی است. آقای رئیسی، منظور آمریکا از وابستگان بیت آیت الله خامنه‌ای و بیت رهبری و منصوبان رهبری چه کسانی هستند؟ خب شبکه منصوبان آیت الله خامنه‌ای در ایران خیلی گسترده است. اگر بزرگتر از دولت نباشه، خیلی کوچکتر از دولت نیست و ما نمیدونیم دقیقاً کدومی که از منصوبین در این فهرست تحریم ها قرار خواهند گرفت. ولی اون چی که میدونیم در مورد شبکه آقای خامنه ای، یه شبکه خیلی خیلی گسترده است و من فقط اگه چند تای مهمشو بگم، یکی مثلا شبکه دادگاه ها و کل سیستم قضایی، هزاران قاضی، دادستان، رؤسای زندان ها و بازداشتگاه، همه اینها یه شبکه بزرگن. شبکه دیگه ای هست که شبکه نماینده های ولی فقیه و امام جمعه است. در 31 استان ما نماینده ولی فقیه و امام جمعه داریم، در 900 شهر امام جمعه داریم، 40,000 نفر در ستادهای نماز جمعه هستند و نماینده های ولی فقیه در همه ادارات سازمان ها هستند، از نماینده ولی فقیه در حج بگیر تا نماینده ولی فقیه در دامپزشکی و سربریدن چیزهای زیارتی و این گوسفند و چیزها. شبکه رؤسای مدیران بنیادها هستند، مثلا بنیاد مستضعفان، بنیاد 15 خرداد، بنیاد مسکن، کمیته امداد، قرارگاه خاتم الانبیا، بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان امام.
یه شبکه دیگه شبکه شورای نگهبان است که روی همه انتخابات های ایران مثل انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و خبرگان اینها اداره میکنه در تهران و شهرستان ها. یه شبکه دیگه شبکه صدا و سیما در تهران و در کل کشور که ده ها هزار نیرو و ده ها شبکه است. یه جاهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت و من اگه بخوام کوتاه بکنم یه شبکه‌ای مثل زیارتگاه و آستانه مقدس و قم و مشهد و شاهچراغ و شهرره و از این تشکیلات. در بخش نظامی منصوبات رهبری چه کسانی هستن؟ ببین ما 4 تا نیرو مسلح بزرگ داریم در ایران، ارتش، سپاه، بسیج و پلیس، اگرچه خب بسیج زیر نظر سپاه است. در درون اینها ما یه شبکه گسترده از عقیدتی سیاسی ها داریم که ده ها سازمان هستن، ده ها شبکه و تشکیلات دارن. شبکه های بزرگ حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح داریم. ما البته خب سپاه جز سازمان تروریستی اعلام شده ولی نمیدونیم که مثلا فرمانده ارتش به عنوان منصوب رهبری قرار هست که جز تحریما قرار بگیره یا نه، این جزئیاتش بعدا معلوم میشه. و کوتاه در مورد این 8 فرماندهی که تحریم شدن برامون میگه. 3 تاشون خب فرمانده نیرو دریایی و هوایی و زمینی سپاه است. قبل از اونم فرمانده نیرو قدس و رئیس سازمان اطلاعات سپاه تحریم بودن. 5 فرمانده ارشد، 5 تا منطقه دریایی سپاه داره که الان در خلیج فارس رویاروی آمریکاست. این 5 تا فرمانده هم تحت تحریم قرار گرفتن. منطقه اول تنگه هرمز، منطقه دوم بوشهر، منطقه سوم معاشر، منطقه چهارم اسلویه و منطقه 5 که جزایر سگان است و نازات. سپاسگزارم از لطفتون.